زمان به کمال رسید، خدا پسر خود را به جهان فرستاد. چون روح القدس بر شما آید، قوت خواهید یافت و شاهدان من خواهید بود از اورشلیم تا اقصای جهان. زمان آن است که در شکاف دیوار سرزمینمان ایستاده و دعا کنیم. زمان و فصل تازه ملاقات خدا با مردم سرزمینمان رسیده. تا خداوند عطا کند تاجی به عوض خاکستر، روغن شادمانی به عوض نوحگری، برادای تسبیح به جای روح کدورت. پس افتادگان برخیزید، اسیران آزاد شوید، مریضان شفا و امیدی تازه بیابید. صلح و سلامتی و امنیت و برکت و شادی و شالوم خدا را بر تک تک مردم سرزمینمان اعلام می کنم به نام عیسی مسیح. آمین. بیا با هم دعا کنیم و اجازه بدیم که امروز خدا دوباره در یک فهمی، در یک مکاشفه، در یک درکی، قدم به قدم استراتژی فصل‌هامو از خدا بگیرم. ناامید نشو. وقتی جنگ ها میاد، خدا وعده داده زندگی تو درست میکنه، میکنه. جنگ ها میاد، علیهای نمیذاره که قول خدا، وعده خدا انجام بشه. به همت میریزه، ناامیدت کنه، اما ناامید نشو. خدایی که تو رو در بیت ایل ملاقات کرد، به تو رو یاد داد، دل تو رو تبدیل کرد، او تو رو از عریها عبور خواهد داد. بعدا میرسی پشت عریها، برکت پشتشه. بعدا میرسی پشت عریها اردنه. اردن یعنی برکت. همه چی اون بره. ممنونیم خداوند به نام عیسی مسیح. خدای شالوم، خدای سلامتی، خدای شروع تازه، خدای فصل‌های تازه، خدای فرصت‌های تازه، خدای ابتداها، خدای آغازها هستی. به نام عیسی مسیح با شکرگزاری در حضور تو هستیم و تشکر می‌کنیم خداوند، صادقانه که با همچون پدری دلسوز با ما صحبت می‌کنی. و اول از همه ممنونیم که این شرم و خجالت و آر رو در این جلجال ما برداشتی. و ممنونیم که خداوند ما رو در خداوند بیت ایل پذیرا هستی، در خانه خودت پذیرا هستی. سر ما رو به روغن تطهین می‌کنی، کاسمون رو لبریز می‌کنی، ما رو مبارک می‌کنی، گرد و غبارها رو بهره می‌داری، زخم‌ها رو التیام می‌دی، به ما جرأت می‌دی، حکمت می‌دی، آینده به ما میدی، انگیزه به ما میدی که حرکت کنیم بریم جلو. واقعا خداوندا، بگیم پدر بی نظیری، بگیم دوست بی نظیری، بگیم خالق بی نظیری، هر چی که بگیم خداوندا در هر چیز تو بی نظیری. ممنونیم خداوند. به نام عیسی دعا میکنم که آن چی که از خدا میشنوی، فصلهای خدا در زندگی تو مهر بشه. حکمشو در آسمان سوم صادر و روی زمین به انجام برسه. دعا میکنم به نام عیسی هیچ وقت دیگه سالهای ملخ خورده رو تجربه نکنی. سالهای کپک زده تو زندگی تو باطل. دعا میکنم به نام عیسی آنچه که از بین رفت و ملخ خورد، کپک زد، خدا تو فصل پیش روی تو جبران کنه.
حتی زمانهایی که شادی تو دزدیده شد، این شادی تو به نام عیسی مسیح تمام اون نداشته های تو رو جبران کنه. این دلخوشی امید تو تمام نداشته ها تو جبران کنه. این حضور خدا تمام سالهایی که فهم کردی خدا تو رو رها کرده رو جبران کنه. به نام عیسی مسیح در همین زمانهای کوتاه ولی کیفیت بسیار عالی در خداوند زندگی کنیم. ممنونیم خداوندا. تو شایسته حرمت، احترام، تمجید و ستایش هستی. خداوند ایمان ما رو بلند کن. ایمان ما رو خداوندا خداوند احیا کن که ببینیم. آنچه که به ما گفتی، رویایی که میدی، قولی که میدی، خداوند ببینیم. دیدن خیلی کمک میکنه. در روح ببینم، با ایمانم ببینم. اون جایی که قرار برستم رو ببینم. اون مسیری که باید برم رو ببینم. اون جایی که باید توقف کنم رو ببینم. و این در بیت ایل اتفاق میفته. خدای چشمهای روحانی ما رو باز کن که با ایمان رویاها، نبوتها، وعده های تو رو ببینیم. وقتی خداوند مطمئن هستم، جرأت دارم قدم بردارم. جرأت دارم با مشکلات و عریها روبرو بشم. چرا که فیض تو مرا کافیست. قوت تو که بیاد دیوارهای عریها که هیچ کوها خواهد چکافت و عبور خواهم کرد. ممنونم خداوند که به عنوان سردار لشکر خدا عیسی با من هستی و منو تنها نمیگذاری. شکرگزارم خداوند. نام تو رو پرستش میکنیم و نام تو رو جلال میدیم. روح تو بیا در میان ما. نمیخوایم سرود بخونیم. میخوایم پرستش کنیم. نمیخوایم آهنگ گوش کنیم. میخوایم خداوند وجودم وصف تو را بسراید. آنچه که اعلام میکنم در واجب واجه این سرودها ایمانمه که دارم اعلام میکنم خداوند. اینه به عنوان ایمانم به تو میگم. نه به عنوان یک سرود دست جمعی و یک آهنگ. باورم هست که اعلام میکنم خداوند. ما رو به مسیری میخوانی که همراهی میکنی. ما رو به سوی وعده خداوند فرا میخونی که ما رو خداوند پشتیبانی میکنی. ممنونی خداوند. اگه واقعا دست تو تا الان تو زندگیمون نبود اعتراف میکنیم. نمیدونیم واقعا چی بود. نمیفهمیدیم اما محبت تو ما رو نگه داشت. محبت تو ما رو به اینجا رسان. ممنونیم خداوند که با ما مطابق اعمالمون رفتار نمی کنی. بلکه ما مطابق فیض رفتار می کنی. و دوباره به ما فرصت میدی و فرصت میدی و فرصت میدی و فرصت میدی و امروز دوباره یک فرصتیه برای یک شروع تازه. ممنونیم خدا. ای آقا سرور، ادونای، الوهیم، خدای نیکو، خدای شفا، خدای قوت، خدای برکت، خدای حمایت کننده، خدای احیا کننده، خدایی که میگه بلند شو دوباره با هم شروع کنیم. ممنونیم خداوندا. با شکرگزاری به نام عیسی اعلام میکنم. آمین. خداوندا به حضورت آمدیم و دستهای خود را با فروتنی به آسمان بلند کرد و اعلام می‌کنیم بریز بر ما روح رحمت و محبت و مهربانی و نیکوکاری را و ما را مست کن تا هر جا که بیماری و درد است دستان ما برای شفای ایشان دراز شود و هر کجا که افتاده‌ای هست با قلب شفاعت او را بلند کنیم و هر جا که اسیر و درمانده ای هست به قدرت نام عیسی آزاد شود. باشد که هر جا یأس و ناامیدی هست از زبان ما ایمان و امید و محبت جاری شود. بلی خداوند، قلب خدا امروز تسلیم تو می کنیم
تا ما را برای جلال نام خود به کار ببرید. روح قدوس خداوند
مرا مست کن تا به قوت نام یشوع فست تازهی با تو را یبا آغاز کنم. پس امروز شتابان به سوی تخت فیض تو آمدم تا رحمتی را حاصل کنم که جانم با آن محتاج است. محتاج لمس تازه روح تو هستم. میشه تو بی میشه تو بی به دنبال من در سیاهی نور تو بر قدم های من میشه تو بی میشه تو بی میشتابم میشتابم به سوی تو ای ابایم در حضور پرز فیض تو میشتابم میشتابم پدر. تو پناهی سرپناهی و مبای من در هر دو راهی حکمتت می شود راه من حیات جانم قوتت می شود جان من تو شبا شبانی و هم شاخمی در بیابان تو خودت آبی و نانمی در عمق توفان آرامیم میدهی میشتابم به سوی تو ای ابایم در حضور پرز فیض تو میشتابم میشتابم پدر 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 پدر. خدا به نام عیسی مسیح دعا میکنم بر آنانی که جلجالشون رو شروع کردن. خداوندا در قدرت نام عیسی تمام آنچه که از گذشته خداوند زخم، درد، ترس، استراب، سوءظن، جنگ های جور با جور، اسارت ها، لعنت ها، محکومیت ها، حکم منفی روش اعلام کردن ها، دائم اونها رو شکستن، خرد کردن، له کردن ها بوده، به قدرت نام عیسی مسیح شفا خداوند به نام عیسی مسیح صلیب تو خداوند بین گذشته ما و بیت ایل ما باشه. هیچ چیزی خداوند از گذشته ما اجازه نداره در این بیت ایل جایی داشته باشه. به قدرت نام عیسی مسیح هر لعنتی که بر ضد تک تک شما شده به قدرت نام عیسی میشکنم و باطل میکنم. لعنت زبانی، لعنت های رفتاری، لعنت های تبعیضی، لعنت های طرد شدگی به قدرت نام عیسی شکسته. کلام خدا میگه مسیح لعنت های ما رو برداشت، او غم های ما رو، او درد های ما رو، او رنج های ما رو، قصه های ما رو، او طرد شدگی های ما رو بر خود گرفت تا ما آزاد بشیم.
به نام عیسی و صلیب عیسی باطل میکنم هر چیزی که توی زندگی هی تو رو محکوم کردن، به عنوان دختر خونه محکومت کردن، به عنوان پسر خونه محکومت کردن، به عنوان عروس خونه محکومت کردن، به عنوان دوماد خونه محکومت کردن، به عنوان پدر، به عنوان مادر محکوم شدی، دائم سرزنش شدی، دائم به بی‌لیاقتی، به بی توجهی، به بی محبتی، هر کاری کردی آخر کار انگار دستت هیچ نمکی نداشت و دلتو شکسته، به نام عیسی شفا یافته و قدرت این لعنت ها بر تو شکسته شود. حتی به عنوان همسر دائم مورد انتقاد شوهرت بودی، یا به عنوان شوهر مورد انتقاد همسر بودی، دائم رنج بردی که من توی این زندگی به درد نخورم، هیچ ارزشی ندارم، دیده نمیشم، بودنم مفید نیست، به قدرت نام عیسی این ننگ و آر و شرم در تو شکسته شود و صلیب عیسی را بین تو و بیت ایل تو گذشتت اعلام میکنم. از این صلیب هیچ چیزی عبور نخواهد کرد، چون کلام خدا در اشعیا 53 4 و 5 میگه او لعنت ها، غم ها، درد ها، بدبختی ها، مصیبت ها، رنج های ما رو صلیب برداشت. صلیب عیسی برداره، به نام عیسی مسیح آزاد شو، شفا بیاب از خاطرات، شفا بیاب از ترس هایی که وقتی میخوای تصمیم بگیری گذشته ای تو رو به ترس میاره، به نام عیسی آزاد شو. گذشته ای تو به نام عیسی تکرار نخواهد شد، اون محکومیت رو در تو جایی نخواهد داشت و به نام عیسی خدا تو رو بلند کنه، جبران خواهی کرد. من آیندم رو خواهم ساخت، من دوباره تکرار گذشته نخواهم داشت، من آینده جدید خواهم داشت، من در مسیح قدرت انجام هر کار نیکویی دارم، فیض او مرا کافی است، او همراه منه، تنها نیستم، چرا که بیت ایل رو تجربه کردم. به نام عیسی مسیح خدا آینده‌ای برای تو بسازه که تلخی گذشته به یاد تو که نیاد، هیچ شیرینی آینده تمام اونها رو پاک بکنه. به نام عیسی دعا میکنم، دستتو دراز میکنی، پر برگرده پات هر جا میذاری، خدا اونجا رو به تو بده. در قدرت نام عیسی هر مانعی بر ضد تو باید زانو بزنه، در مقابل نام عیسی باید زانو بزنه، در مقابل رویاهای عیسی باید زانو بزنه، در مقابل سردار لشکر خدا باید زانو بزنه، باید بره کنار، مخالفت کنه، ازش عبور خواهی کرد. دیوارهای اریها باشه فرو خواهد ریخت، هیچ کس جلوی رویای خدا رو نمیتونه بگیره، جلوی نبوت ها رو، جلوی طهر خدا و جلوی بیت ایل خدا رو نمیتونه بگیره. برکتت میدم به نام عیسی مسیح و شفای خدا رو بر تمام وجودت و تمام زخمای گذشتت، بر افکارت، بر احساساتت، بر روابطت، به خون عیسی شفا بیاب، شفا بیاب، شفا بیاب به نام عیسی، شفا بیاب، هللویا، به نام عیسی آزاد شو، آزاد شو. نگذار شیطان گذشته ای تو رو بیاره جلوت، به نام عیسی پشت سر نگاه نکن، پشت سر چیز نیکویی نیست، آنچه که نیکوست پیش روی توست در مسیح عیسی. پذیرت تو را اسم یشوع.
هللویا، شکر خداوند، جلال بر توی خداوند، بریزد خداوند، بریزد شفا از قلب آبا. به نام عیسی شفا بیا، به نام عیسی آزاد شو. هللویا، آزاد شو، تو لایق آزادی هستی، آزاد شو، تو لایق شفا هستی، آزاد شو، شفا بیا به نام عیسی، به نام عیسی دودش آزاد شو، تو محبوب دل پدر هستی، خدا تو رو خریده به خون پسرش، غمهای تو رو برداره و آزاد شو و خداوند زندگی تازه شروع کن. صدای او شفا، حضور او شفا. هللویا، قلب عوا، هللویا خدا من، شکر، دریافت اون شفا، به روی زخمات شفا، به اون چیزایی که پشت کمرت مثل خنجر خورد، به اون حرفایی که زدن تو رو سوزوندن، به اون واژه‌هایی که تو رو له کردن، خرد کردن، حقیرت کردن و تو رو نادیده گرفتن و تو رو دور انداختن، به خون عیسی شفا بیا. تو الان محبوب دل خدایی، کسی تو رو دوست داره که خالق توست. به نام عیسی مسیح شفا بیا، گذشته تو تکرار نخواهد شد، نباید بشه، امروز در مسیح تو خلقت تازه هستی، چیزهای کهنه در گذشت، همه چیز تازه شده، شروع تازه. باور کن، اون که میخواد شروع بکنه انسان نیست که به تو قول میده، خدا خالق توست، نجات دهنده توست، ولی توست، ابای توست، داره به تو میگه با من شروع کن، میخوام زندگی تو برکت بده. هللویا، دریافت کن، از قلب ابریزا بگیر، این روغن شفا رو بگیر، مسل شفای او به جانت بشینه در نام عیسی ریزا، ردای شفا رو بگیر، ردای شفا رو بکن تنت، از آسمان بگیر، اون شفای خدا رو بر جسم و جانت بگیر، بر زخمات بگیر، بر افکارت بگیر، برو زیر ردای خداوند، اونجا امنه برای تو. آمین، هللویا. داوری نمی کنه و هر آنچه که بر ضد گفته بود شکست. واژه های جهنم رو که از زبان اطرافیات اومد بر تو شکست و واژه های بهشت روی تو باز می کنه. تو هستی دختر و پسر محبوب من، من تو را به خون بهای خود خریدم،
ردای سلطنت و پادشاهی رو برتر تو کردم و تو را نزد خدای پدر پادشاهان و کهنه ساختم و به فرشتگانم هم کردن که تو را حمایت کنن. اگر تو زنده هستی گذاشتم روزهای آزادی رو تجربه کنی، نذاشتم در دردها بمیری، نذاشتم در محکومیت‌ها نابود بشی، نذاشتم که بمیری و توی خاک بری، اجازه دادم که امروز ببینی که من برای تو چه کردم. اجازه نمیدم که گذشته تو تکرار بشه دختر و پسرم، نباید تکرار بشه و تو نیز اجازه نده. همه چیز رو برای تو تازه میکنم. ما بقیه فصخای تو کهنه نخواهد بود. تو مجبور نیستی در آب تلخ و شور به ضرب ببری. اون آبی که از اون حضور خدا میاد هر تلخی رو شیرین میکنه. بر زخمها، بر بدبینیها، بر دهترسات، بر دلهورهات، بر تشویشات، بر دل آشوبهات به نام عیسی شفای خدا بریزه. و دعا میکنم ردای خدا رو امروز از دستای عیسی که باز میکنه روی تو میندازه. یعنی تو زیر پوشش منی، آن که زیر ستر خدای قادر مطلق، آن که زیر ستر عیسی مسیح خداوند، آن که زیر چتر خدای قادر مطلق می نشیند در امنیت خواهد بود. دیگه تیرهای گذشته بر تو کاری نخواهد بود. 1000 به دست چپ، 10000 به دست تو، بر تو آسیبی نخواهد رسید. تا اونی که در شب، وبایی که در روز، بر تو کاری نخواهد بود. تیری که در تاریکی می خرامد بر تو نخواهد رسید. شیر بچه و ما را افعی میاد اما بر تو کاری نخواهد داد. فرشتگانم را امر می کنم زیر پای تو را بگیرد پسر دخترم. اگر تو الان زنده ای به خاطر اینکه فرشتگان من تو را امر کردم تو را محافظت کنند. که امروز باش و ببینی دارم بهت میگم تو را چگونه محبت کردم و آروننگ شرم تو را چه خودت کردی چه دیگران من برمیدارم. در من آروننگی نیست، شرم و خجالتی نیست، رسوایی نیست. هرچی که هست به خون عیسی پوشانیده شده. ممنونم خداوندا، تو با این کار قدرت دیوارهای اریها را فروریختی، دروغهای شیطان را باطل کردی، لعنت ها رو شکستی، زنجیر ها رو پاره کردی، درهای زندان رو گشودی و ما رو امروز خداوند در پیروزی خودت، هللویا، جلو میبری. من در مسیح قدرت انجام هر کاری دارم. ضعیف گوید من قوی هستم، گوید من قوی هستم. فیض خداوند مرا کافی است، قوت او تو ضعف های من نمایان خواهد شد. من خلقت تازه هستم و در مسیح شروع تازه خواهم داشت. پیروزی عیسی مال منه. ای گور ظفر تو کجاست؟ ای موت نیش تو کجاست؟ عیسی قیام کرده و من با مسیح که خلقت تازه‌ام در جایگاه آسمانی نشستم. من خلقت تازه‌ام. من تازه‌ام. من فستم تازه است، خلقتم تازه است، روحم تازه است، همه چیم در مسیح تازه است. فقط دارم یاد میگیرم این تازگی رو زندگی کنم. من تازه هستم. بچه متولد شده کامله اما داره رشد میکنه یاد بگیره. ما کاملیم در خدا اما دارم یاد میگیرم که چگونه زندگی کنم. هللویا. پیروزی عیسی مال ماست. با شکرگزاری اعلام کن. هللویا. پیروزیم در نام خداوند، به نام عیسی مسیح. هللویا. قوت و همراه ماست، نام و همراه ماست. پیروزیم با نام خداوند، فیض او همراه ماست، محبت خداوند ما همواره در قلب ما. آمین. اعلام کن. روح قدوس خداوندم ریخته شد در قلب ما، از
حضورش هدایت شدیم. روح استامی ما ستاییم نامش را. هللویا. ستاییم نامش را. نام قدوس اوست سپر و پاد ما. ستایید نامش را. ستایید نامش را. نام قدوس اوست سپر و پاد ما. پیروزیم با نام خداوند. فیض او همراه ماست. محبت خداوند ما همواره در قلب ما. روح قدوس خداوندم ریخته شد در قلب ما. از حضورش هدایت شدیم. روح اوست حامی ما. ستایید نامش را. ستایید نامش را. نام قدوس اوست سپر و پناه ما. ستایید نامش را. ستایید نامش را. نام قدوس اوست سپر و طلوع صبح زیبا هست آن کلامه ها. به زیبایی دریا هست آن نگاه ها. تسلی شب و روزم تو هستی. کلام توست نجاتم ای خداوند. تسلی شب و روزم تو هستی. کلامت شد حیاتم خداوند. ستایم نامت رو. پرستش خدا هللویا همچون برج محکمیه که ما رو محافظت میکنه. تو که قدوس هستی بر پرستش های اسرائیل جلوس میکنی. هللویا پرستش های ما فرصتیه برای اینکه خداوند در روزهای سخت کنار ما باشه، در روزهای برکت کنار ما باشه، در روزهای شادمانی کنار ما باشه، در روزهای تاریک کنار ما باشه. خداوند را در هر وضع پرستش کنید. در هر شرایطی پرستش کنید. پرستش یعنی رفتن به عمق‌های خدا. پرستش یعنی اجازه دادن که خدا بیا در زندگی تو دخالت بکنه. آمین. هللویا. آمین. میخوام با این سرود آخر دست‌ها رو برافرازیم. هدای قلبی خودمون به خداوند تقدیم کنیم. از اینکه راه دور هستن. به نام عیسی مسیح هر دانه‌ای که می‌کاری در پادشاهی خداوند، نجات هر شخص، تبدیل هر شخص، آمین که تبدیل بشه به تبدیل سرزمینمون. خداوند اندکی های تو رو برکت بده، دانه های تو رو برکت بده و اون دانه که میکاری. کلام خدا میگه هر دانه بسیار صد و هزاران محصول به بار میاره. آنچه که میکاری مثل بذر به کارش.
نه به عنوان یک چیز معمولی. بگو یه مزر، خاصیت بعض اینه که نه فقط مثل خودش بلکه زیاده از خودشو. این تو پادشاهی خدا یه قانون آسمانه، آنچه که میکاری مهم نیست، به عنوان بذر به کار. خدا یه بذری تو پادشاهی تو که میوه بیاره، نجاتی بیاره، تبدیلی بیاره، تقدیسی بیاره، زندگی رو شفا بده، بلند کنه، معتادی رو آزاد کنه، شخص اسیر رو رهایی بده. خداوند اینو میکارم و به نام عیسی تبدیل بشه به یک باقی در زندگی تو، نه فقط یک علف، نه فقط یک بوته، نه فقط یک درخت، به یک باغ تبدیل بشه به نام عیسی مسیح. آمین. آمین. هللویا. دعا میکنم و هفتهی که در پیش رو دارید، چشمایی که دورید و چشمایی که نزدیک و سرزمینمون، به نام عیسی یهوه شما را برکت دهد و شما را محافظت نماید، یهوه روی خدا بر شما تابان سازد و بر شما رحمت کند، یهوه روی خود را بر شما برافرازد و به شما و اهل خانواده شما و هفته‌ای که شروع می‌کنید شالوم عطا کند. با شکرگزاری به نام عیسی شما رو برکت میدم تا هفته آینده که دوباره در حضور خدا با هم جمع بشیم. به نام عیسی. آمین. آمین.